این هایکو میگه این سرب آزاد بر فراز تپه به چه کسی فخر میفروشد. و یه چیز دیگه گفت: تو آتش برافروز تا من چیزی نشانت دهم، چیزی دیدنی که قابل دیدن نیست اگر نخواهی ببینی، و قابل شنیدن نیست اگر نخواهی بشنوی صدای نفسهایشان رو. خب من همینجا از آقای عباس کیارستمی ممنونم که این فیلم رو در اختیار ما گذاشتن. خیلی خیلی متشکرم و امیدوارم امشب بحث خوبی داشته باشیم در مورد این فیلمساز معتبر سینمایی را. خب مهمانان عزیز رو معرفی میکنم: آقای نیما حسنی نسب، خیلی خوش آمدید، و آقای مسئول فراستی عزیز. من قبل از اینکه شما شروع کنید یک پیامک دیگه اومده برای این سوالمون بخونم. 60.2% خیر، 39.8% بله. خب دیگه حالا حالا اگه آمار باز اومد میخونم. خب از من میخوام تحلیل بشه از کیارستمی در این بحث، ببینید که دوست دارم که دوره‌های مختلف کیارستمی تحلیل بشه، چون خودم هم دوره‌های مختلفش رو از کانون پرورش فکری کودکان تا امروز دور کردم و خب خودم هم نظرهای در این مورد دوره‌های مختلف دارم. احساس میکنم از تحلیل شروع کنیم و جایگاه کیارستمی در این سال‌های مختلف، که خب یک دوره کانونه که میشه سال‌هایی که اول کار شروع کرد از کانون، که با مسافر و بعد لباس برای عروسی، و که اینها به نظر من فیلم‌های اون دوره بودن، و بعد خورد به فیلم گزارش که اولین فیلم بلند سینماییش بود که در این سال‌ها بود. این دوره رو بحث کنیم، برسیم به دوره‌ای که با خانه دوست کجاست به هر حال مشخص میشه، و بعد دوره‌ای که به هر حال دوره‌ای که من اسمش رو می‌ذارم دوره‌ای که به هر حال کیارستمی رو به موقعیت خاصی می‌رسونه، دوره تلزاب نمای درشته، که و بعد می‌رسه تا همین طعم گیلاسی که به نظر من آخرین فیلمی از اون دوره است، که حالا بعد از اون طعم گیلاس فیلم‌های دیگری است که به نظر من در جایگاه قرار می‌گیره. من فکر می‌کنم دوره‌ای بحث کنیم و تحلیل کنیم. یه نکته من اول قبلش بگم، الان در تقریبا به صورت تدوین موازی اسقر فرهادی هم داره وارد ایران میشه بعد از یک سفر پر از افتخار. من به نظرم جا داره، حالا حداقل توقع داشتیم که توی برنامه بیشتر بهش پرداخته بشه، ولی حداقل به عنوان دو تا منتقد که کارمون به هر حال نقد سینمایی هست، من خودم دوست داشتم که حتما یه تبریک بگم نه تنها به اسقر فرهادی، به سینما ایران و به مردم، و حتی شاید خواستم یه خواهشی بکنم از مسعود فراستی عزیز که فارغ از همه اختلافات نظری، سلیقه‌ای و سینمایی، موضوع الان چون فرا سینمایی شده تا حدودی و به هر حال یک موضوع ملی و یک افتخار ملی هست، من به نظرم جا داره فارغ از سلیقه شخصی مردم یه تبریک از تو برای این فیلم بشنون. حالا میل خودت. خب عرض شد که خب بحث اسکار رو من قبل از بحث تبریک که دفعه پیشم گفتم به شخص فرهادی جایزه هایی رو که گرفته از قبل تا گولدن گلوب و از سیمرغ تا اسکار، از سیمرغ تا اسکار به شخصش تبریک میگم، اما این که به سینما ایران تبریک نمیگم و به مردم تبریک نمیگم، دلایل خودم رو دارم. نه یه نکته کوچولو دارم. توی این مدت 10 روز اخیر شبکه‌های ماهواره‌ای رو نمیدونم دیدی یا نه، من دیدم، بی بی سی، وی او ای، من و تو، آدمای اومدن راجع به فیلم صحبت کردن که به نظر من نه آدمای جدی سینمایی بودند، نه مماس با مردمشون بودن، آدمای شکست خورده، بی فرهنگ، بی وطن، اساساً از موزه اپوزیسیون از فیلم دفاع کردن. خب این ما نافیه. خب اینو دارم، اینو دارم میگم، هم برای خیلی آدمای بزرگ و حسابی توی داخل هم تبریک گفتم، من دارم این ماهواره ها رو میگم، مهمه به نظرم طبیعتاً. این چیزی که از فیلم اونا ارائه دادن درست چیزی بود که من زدم، گفتم فیلم به هیچ وجه فیلم اپوزیسیونی نیست که شما دارید دفاع میکنید. بعد از گرفتن جایزه هم این به نظر من آدمای شکست خورده و بی هویت با همین موزه از فیلم دفاع کردن و این جای خوشحالی نداره. این یک. دو، دوستان عزیز ما از مسئولین سینمایی تا اهل سینما، منتقدا و دیگران، توی تبریک هایی که گفتند و توی افتخار ملی که اسم بردند یک چیز توش جای خالی داشت، اینقدر به نظر من افراط کردن
که این افراد حتی علیه سلیقه فرهادی و طرفداران این سلیقه است. حتی به نظرم یه جای خیلی حرف درست، یه جای به نظرم حتی سهم خواهی شروع شد. مرسی. یعنی یکی از مدیران پیام میده میگه که ما گذاشتیم این فیلم بره، یکی پیام میده میگه اون هیئتی که فیلم برای اسکار انتخاب کرد مال ما بود، یکی پیام میده میگه فرهادی در نوجوانی در انجمن سینمای جوان رشد کرده و یه جور، یعنی انگار که یک مجسمه مثلا انقدری رو دارن قطعه قطعه میکنن هر کی تیکه بر بده. و اصلا در حالی که به نظر موضوع این نیست. اگه جمله تو جمله اینه در واقع بعد بعضی از دوستان به خصوص یکی از مسئولین مهم سینمایی تو همین جلسه چند شب پیش که بزرگداشت داورا بود و داور جشنواره فجر بود گفتش که خلاصه من به این جایزه، ما به این جایزه افتخار میکنم. عرضیم اینه، اسقر فرهادی باید به این جایزه افتخار کنه. عرضم اینه، من مسعود فراستی، نیما حسین اصف، فریدون جیرانی به نظر من مطلقاً به هیچ جایزه‌ای قابل افتخار نیست، مگر به اثری شما افتخار کنی که اون اثر مماس با خودت، با مردمت، با امروزت و سر بالا باشه. این اثر قابل افتخاره، نه هیچ جایزه ای. این رو گفتم برای اون مسئول عزیز. حرف درستی، من شخصا به این اثر افتخار میکنم و برای کسانی که و من به این اثر افتخار نمیکنم. این دیگه بس یک حالا بارها شده ادامه بدیم ادامهش قرار نیست که بحث اسکار بشه. نه من گفتم که چون الان مونتاژ موازی بود اسکار که بر نشد سر بحث برنامه پیشنهاد دارم. برای اینکه بحثمون یه ذره بحث خیلی حرفه‌ای دو منتقد و تو که مسئله تاریخ سینمایی داری نباشه، نوع شروعش دارم میگم بعد به اونجا برسیم. برو خیلی خوب اشکال نداره. پیشنهاد شروع هم اینه که از شیرینی که الان رو اکرانه و آدم‌های دیگه دیدن و از طریق شیرین بهانه ما هم این فیلمه. تو میخوای این رو بنزی تو تعینه نشی؟ نه 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 بهانه نیست، بهانه نه. من فکر میکنم که شیرین رو واردش نشیم. اتفاقا به نظرم پیشنهاد میرس باید برسیم به شیرین. آره یعنی مسیری که از نان و کوچه شروع میشه میرسه، میتونیم مسیرش رو برسیم. برعکسش درست داره، از شیرین نمیرسیم به نان و کوچه، نان و کوچه میرسیم به شیرین. نه نه نه، به هر حال این با اهدافی که میخواد از شیرین میرسه. ولی من برام فرق نمیکنه از هر جا میخوای. به نظرم موضوعی که آقای جیرانی گفت اونم بحث خواستگاه کانون به نظرم یکی از موضوعات مهمه که کانون تعریف داره به عنوان یک مرکز، به عنوان یک خواستگاه که خب خیلی متنوع بوده، خدماتش خروجی های متنوع داشته. ما الان یکی از خروجی هاش که شاید یکی از معتبرترین و مفتخرترین خروجی های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، به این شاید بتونیم بحث کنیم که کانون پرورشی چه چیزی در اختیار یک فیلمساز گذاشت که منتج شد به نتیجه مثلا مثل عباس کیارستمی و این فیلم‌های دیگه که مثلا در نهایت من به نظرم ثمره تمام تجربیات کانون خانه دوست کجاست به عنوان شاکله، ستون و محور یک بخشی از سینمای دو دوره کانون است. یک دوره ثمرهش به نظر من مسافره که فیلم محبوب ما در دهه 50 است در واقع، و این که میاد خانه دوست کجاست فیلم این دوره است، یعنی بعد از انقلاب که فیلم محبوب باز دست نست دیگه. عرض کنم که ما بدون پشتوانه سینمایی، با پشتوانه سازمانی که اساساً سازمان یادمون کانونه که قبل از انقلاب بود، چه کانونی بود و چه هدفی رو داشت. این چیزی که فریدون گفت خیلی حرف درستیه. یه سری چپ ها اون زمان تو کانون اومدن و پاتوقشون شد و شروع کردن به فیلم سازی. اکثر فیلم هاشون هم چون تحت کنترل کانون بود به فیلم هایی که ادعاش رو میکردن تبدیل نشد. ولی عمدتاً دغدغه های نه نه مهمترین قضیه چیز داشت دیگه، عدالت اجتماعی به شکل اونجوری از قابل تحمل بگیری تا بیا مثلا رهایی سازدهنی انتظار این مسائل داره، رهایی همه کاملا داره اینا رو میگم درست. حتی مسافر این مسافر حالا حرف داره پیچیده تر میشه، برای اینکه یک آدم باهوش یه چیز اساسی رو بگیم که این تو باکس کانون تحت کنترل فرح پهلویه، نه بیش از اون. فرای پهلویی که ملکه اون موقع است و مثلا کمی دموکرات تره،
کمی اهل شعر و شاعری و اهل هنره و تو این باکس این واژه ها اصلا لیبل میده به بحث ما ها. احساسم اینه دارم یه باکس رو میگم به حال یه شرایطه شرایط هست ولی شرایط اجتماعی نگران اینم که لیبل نشه نه این لیبل نیست آره یعنی فضا رو بیشتر تشکیل اجتماعی رو کنیم که کانون پرورش فکری یعنی چی